سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. نمیدونم شما اینطوری هستید یا نه، اما من صبح در بهترین حالت خودم قرار دارم. هرچند هنوز خمیازه میکشم یا چشمو به هم میمالم، اما باز کار کردن تو صبح یه چیز دیگه است. معمولا تو 2 ساعت اول روز به نسبت بقیه روز کارای بیشتری انجام میدم. پس تلاش میکنم از صبح نهایت استفاده رو ببرم و بر همین اساس چند آداب صبحگاهی خوب که الان در انجام کارهام انجام میدم رو براتون توضیح میدم. در واقع این آداب صبحگاهی رو بر اساس مطالعاتی که در زمینه بهره‌وری کارها و رازهای افراد موفق انجام دادم به دست آوردم. حالا میخوام اونا رو با شما به اشتراک بگذارم. پس بیایید شروع کنیم. مورد اول، شب قبل لیست کارهایی که باید انجام بدید رو آماده کنید. حتما شب و قبل از خواب لیست کارهای فردا رو آماده کنید. اگه بدون یک لیست متمرکز از کارهایی که باید انجام بدید بیدار بشید، همه ی انرژی صبحتون رو در تلاش برای فهمیدن اینکه چی کار کنید هدر میدید. اختصاص دادن فقط 10 دقیقه هر شب قبل از پایان دادن به روز کاری، به سادگی 1 تا 2 ساعت از روز بعد رو ذخیره میکنه. مورد دوم، به یه برنامه دقیق پایبند باشید. من یکی از اون شغلایی رو دارم که قادرم ساعتامو خودم تنظیم کنم. اون چه یاد گرفتم اینه که باید از این آزادی خیلی محتاطانه بهره ببرم. هر از چند گاهی نیاز به 1 ساعت اضافه برای خواب یا استراحت دارم و این خوبه. اما متوجه شدم هر بار که برنامه‌مو دچار وقفه میکنم، عمل کردم تحت تأثیر قرار میگیره. وقتی هر روز در 1 ساعت مشخص بیدار میشم و شروع به کار میکنم، کارهای خیلی بیشتری انجام میدم. بدن و ذهن ما روالهای منظم رو ترجیح میده. در حقیقت این روالها ما رو متمرکز نگه میدارن. وقتی زمان ساعت با زمان کار هماهنگ نیست، شروع به پسرفت میکنید. پس داشتن یک روال یا آداب صبحگاهی خیلی مهمه. حالا میرسیم به مورد سوم. یعنی نوتیفیکیشن موبایل یا کامپیوتر خودتون رو نادیده بگیرید. مگر اینکه صبح منتظر یه خبر خیلی مهم باشید که از طریق ایمیل یا سایر پیام رسانه اجتماعی برای شما ارسال بشه، وگرنه اونا رو نادیده بگیرید. در حقیقت حتی فکر اینو هم نکنید که صبح اول وقت اونا رو بررسی کنید. پیام ها یه حواس پرتی اصلی در صبح هن. اونا نه تنها زمان ارزشمندی که برای بهره‌وری و کارایی نیاز دارید رو از بین میبرن، بلکه مغز شما رو هم پر از نگرانی و عدم قطعیت میکنن. در واقع اونا تمرکز شما رو از کارتون کاملا پرت میکنن. مورد چهارم، صبح ها اون کاری که برای شما مناسبه رو انجام بدید. بعضی از مردم صبح ها در یک سطح بالا از خلاقیت قرار دارن. یه سری دیگه از افراد قادرن کار رو با تمرکز و سرعت بالا انجام بدن. در نتیجه صبح اون کاری رو که به بهترین شکل قادر به انجام اون هستید انجام بدید. برای مثال من صبح در انجام کارهایی که نیاز بالایی به تفکر خلاقانه ندارن ولی سرعت و تمرکز بالایی لازم دارن عالیم. پس کارهایی که به تفکر خلاقانه بالایی نیاز دارن رو برای بعد از ظهر در نظر میگیرم. البته این شاید برای شما برعکس باشه. مورد پنجم، غذا رو به پاداش تبدیل کنید. نمیدونم چه چیزی درباره غذا وجود داره که اونو خیلی حواس پرت کن میدونم. برخی افراد با یه صبحانه کامل روز خودشونو به خوبی شروع میکنن. خوش به حالشون. شخصا فهمیدم صبحانه از 2 جهت رو من سنگینی میکنه. اول اینکه با توجه به اینکه بهترین کارمو اول صبح انجام میدم، اگه قبل از شروع کار صبحانه بخورم، حس میکنم از برنامه عقب میافتم. دوم این که هضم غذا به من احساس خواب‌آلودگی میده. البته مثل هر کسی من از غذا لذت میبرم. پس چی کار کنم؟ من بیدار میشم و کار میکنم و بعد صبحانه رو برای پاداش جهت کارایی که انجام دادم قرار میدم. همین کارو با میان وعده ها در طول روزم انجام میدم. البته شاید درست‌ترین باشه که اول صبحانه رو میل کنم و بعد شروع به کار کنم. اما من برعکس عمل میکنم. شما ببینید در چه حالت بهتر میتونید روزتون رو شروع کنید و طبق همون عمل کنید. حالا قبل از اینکه بریم سراغ مورد بعدی، اگر تا اینجا با ما همراه بودید، حتما دکمه لایک رو بزنید.
لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و جدا از اون اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید همین حالا این کار رو انجام بدید. حالا میریم سراغ مورد ششم، یعنی وظایف سخت در صبح، آره یا نه؟ شخصا با این جمله که باید همیشه سخت‌ترین کاراتون رو در صبح انجام بدید تا بتونید بقیه روز راحت تر جلو برید بزرگ شدم. این یه نصیحت بزرگه و امیدوارم برای شما نتیجه بده، اما اصلا برای من کار نکرد. این به این معناست که من انرژی صبح هم رو به طور ناکارآمدی در تلاش برای انجام کار چالش برانگیز صرف کردم، در حالی که هنوز کارای بیشتری باقی مونده و از برنامه عقب افتادم. نکته اصلی در اینجا انجام دادن کاریه که برای شما مفیده. من برای کارای خودم به این نتیجه رسیدم که انجام دادن کارایی با سختی خفیف تا متوسط در صبح بهترین کارایی رو برای من داره. کارای چالش برانگیز رو برای عصر نگه می‌دارم که دل سردم نمی‌کنه و به من فضا و زمانی رو میده تا وقتی که به اونا برسم و با تمرکز انجامشون بدم. اما این منم. برای شما ممکنه دقیقاً برعکس باشه. مهمترین چیز اینه که تشخیص بدید چه جوری کارو به بهترین شیوه انجام میدید و به برنامه‌ای که بهره‌وری شما رو به حداکثر میرسونه پایبند باشید. حالا میریم سراغ مورد هفتم، یعنی یک صبحانه سالم بخورید تا به شما انرژی لازم برای انجام کارها رو بده. اینکه در صبح چقدر زیاد یا کم بخورید بستگی به نیازهای خودتون داره، اما مطمئن بشید که اون چیزی رو میخورید که بتونه بدن و مغز شما رو تغذیه کنه. یه اسموتی آنتی اکسیدانی همراه با ویتامین ها و مواد معدنی و همراه یک تغذیه پروتئینی ایده خوبیه. پروتئین به شما انرژی عالی میده و آنتی اکسیدانا هم برای بدن شما خوبن. حالا میرسیم به مورد آخر و مورد هشتم، یعنی قبل از شروع به کار برای خودتون یک روال صبحگاهی ایجاد کنید تا در یک چارچوب ذهنی درست قرار بگیرید. بعضی از افراد یه لیوان آب سرد با لیمو ترش میخورن، برخی دیگه یه صبحانه ساده میل میکنن و بعضی دیگه ممکنه 10 دقیقه ورزش کنن یا با یه آهنگ که صدای اونو تا آخر زیاد کرده باشن برقصن. بعضیا دوست دارن مدیتیشن انجام بدن. یه سریای دیگه در جستجوی نقل قولایی هستن که به اونا انگیزه میده یا جملات تأکیدی رو میخونن. یه سری هم مثل خودم مستقیم میرن سر کار. روال شما به اندازه خودتون منحصر به فرده. چیزی رو انتخاب کنید که شما رو با بهترین خودتون مواجه کنه. در انتها به این نتیجه میرسیم که نمیشه گفت یک روال یا آداب صبحگاهی مشخصی برای موفقیت همه افراد وجود داره، اما برای هر شخصی یک آداب صبحگاهی منحصر به فرد وجود داره و این به خودتون بستگی داره که اونو پیداش کنید. این نکات و ترفندا میتونه شما رو درباره سطوح انرژی، قابلیت‌ها و نیازهاتون به فکر واداره. از این مرحله به بعد میتونید فرایند ایجاد یک آداب صبحگاهی رو شروع کنید که براتون مفید باشه و کمک کنه بیشترین استفاده رو از توانایی هاتون ببرید. در انتها فراموش نکنید که این برنامه رو حتماً با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بگذارید. حالا یه سوال، شما اولین کاری که بعد از بیدار شدن از خواب انجام میدید چیه؟ برای یادگیری 6 قانون برای پسنداز پول که میتونه یه روزی زندگی شما رو نجات بده، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه جذاب رو ببینید. یادت باشه، انسان تا زمانی که افسوسهاش جای رویاهاش رو نگرفته، پیر نشده. پیروز و جوان و سربلند باشید.